من محمد امینی در بخش دیگری از سری برنامه های کلمه پاسی رو با شما خواهم بود. هفته گذشته، آدینه هفته گذشته که همزمان بود با 110 سالگرد فرمان مشروطه، شوربختا که من در سفر اروپا بودم، در شهر وین بودم در کنفرانس ایران شناسی و نتوانستم برنامه زنده پخش کنم و در خانه شما در برابر شما نبودم و از این رو پوزش میخواهم، زیرا من کوشش کردم در سالهای گذشته چه در برنامه های رادیویی که پیش از برنامه های تلویزیونی داشتم و اینک که در تلویزیون اندیشه این برنامه هفتگی رو دارم، یا در این برنامه یا در برنامه برگی از تاریخ، هیچگاه یاد مشروطه و این رویداد بزرگ تکاندهنده و دگرگون کننده تاریخ ایران رو فراموش نکنم و هر بار یادآوری کنم که چه گذشت و چرا چنین گذشت و چه پیامدهایی داشت و امروز چه می‌گذرد. این است که با یک درنگ یک هفته‌ای برنامه امروز رو به جنبه‌هایی از تاریخ مشروطه خواهم پرداخت که شاید برای بسیاری از شما تازگی داشته باشد. بیشتر سودای بررسی تاریخی ندارم، بلکه سودای بررسی ارزشی دارم. پیامدهای انقلاب مشروطه، ارزش‌هایی که در انقلاب مشروطه به وجود آمد و مسیر جامعه ایران رو دگرگون کرد و چه بر این مدرنیته و مشروطه آمد و چرا آنچه آمد، از کجا و چگونه چنین شرایطی رو به وجود آورد که 70 سال پس از فرمان مشروطه در ایران فردی با باورهای بسیار بسیار فرومایه تر و واپسگراتر از شیخ فضل الله نوری، دشمن مشروطه، رهبر مشروع خواهان، بر گرده میلیون ها ایرانی و با پشتیبانی بخش بزرگی از نخبگان ایران جمهوری اسلامی رو بنا کرد. برنامه امروز رو به این خواهم پرداخت و شاید هم در هفته های آینده در هر رهگذری، در هر برنامه‌ای، در هر کجا که فرصتی باشد به جنبه هایی از این درس های انقلاب مشروطه بپردازم. اما دریغ است که این برنامه رو با فرمایش های بسیار بسیار زشت آقای علم الهدى، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خراسان، آغاز نکنم. ایشان پرخاش کردند که مشهد رو نمیتوان به شهر تفریح و موسیقی و کارهای زشت تبدیل کرد. البته مراد ایشان و هماندیشان ایشان از همان سالهای گذشته و پیش از انقلاب 57، اگر شما به پرونده فدایان اسلام 60 و اندی سال پیش نگاه کنید، 70 سال پیش، همان زمانی که پس از کوشش در ترور کسروی اعلام موجودیت کردند و سپس در اعلامیه‌های آرمان‌های خودشون رو با ایرانیان در میان نهادن، اگر به این تاریخ نگاه کنید می‌بینید که اندیشه هایی که در زبان بر زبان آقای علم الهدى آمده است باز می‌گردد به همون اندیشه هایی که در دوران پیش از مشروطه در هنگام بستن پیمان رویتر مخالفت با این پیمان رو بر این پایه قرار داده بود که کشیدن راه آهن در ایران باعث فساد زنان ایرانی می شود، مردان بیگانه رو می آورد و زنان ایران رو فاسد می کنه. یا اونهایی که با درس خواندن دختران مخالف بودند چون دختر درس خوانده فاسد و آلوده به فحشا می شد، حرفایی که می زدن. یا از فعل قبیحه آزادی صحبت می کردن که این فعل قبیحه آزادی اصلا با اسلام خوانایی نداره، یا از فرهنگی صحبت میکردند که این فرهنگ رو فرهنگ مشروط بابی میخواندن، میگفتن این فرهنگ مشروط بابی است. و این حرفای آقای علم الهدى 110 سال پس از فرمان مشروطه، 150 سال پس از رسیدن سپید دم مدرنیته به ایران، نشان میدهد که این نیروی بازدارنده تاریخ در ایران یعنی روحانیت شیعه، این به ویژه جناح روحانیت شیعه تا
تا چه اندازه در پس تاریخ است، تا چه اندازه بند ناف او به هزار اندی سال پیش باز می‌گردد و سودایی برای پیشرفت ایران، برای سربلندی ایرانیان در این دنیایی که با شتاب به سوی آینده پرواز می‌کند ندارد و می‌خواهد با قدرت و توانایی و فرومایگی و کشتار و بند گیرودار و گرفتاری مردم و خودکامگی دست و پای جامعه رو برای پیوستن به این کاروان توسعه اجتماعی، کاروان پیشرفت اجتماعی ببندد و همون کاری رو کند که در دوران مشروطه و پیش از مشروطه آخوندهای تهران و شهرهای دیگر در برابر کوشش برای مدرن‌سازی بسیار بسیار اندک جامعه ایران انجام می دادن. با هر کوششی مخالف بودند، با دوربین عکاسی مخالف بودند، با آموزش نو مخالف بودند، بارها ریختند و مدرسه دبستان نو رو که زنده یاد میرزا حسن رشدیه نخست در تبریز بنا نهاده بود چند بار ویران کردند و حتی در این ماجرا یک نفر هم کشته شد. با موسیقی مخالف بودند، همین چیزهایی که امروز آقای علم الهدا میگوید. خوشبختانه کارگردان بسیار بسیار توانای برنامه ما آقای مشکینیار پیش از برنامه من آگاهی رساندن که به مناسبت پرخاش طغیان آلود و طغیان جهل آقای علم الهدا در میانه برنامه امروز آهنگ خراسانی تهیه کردند که ایشان بدانند خراسان کانون بازگشت فرهنگ ایران پس از آمدن اسلام به ایران بود و پایگاه دوران زرین تمدن ایرانی پس از اسلام. خراسان بزرگ، نه خراسان امروزی، خراسان بزرگی که از این خراسان آغاز می شد و تا مرو و خوارزم گسترش می یافت و یک سرزمین بسیار پهناوری بود که همه افغانستان امروز، بخش هایی از سرزمین های بیرون از ایران و افغانستان و همچنین تاجیکستان رو در بر داشت و کانون بازگشت تمدن ایرانی و زبان فارسی شد و کسانی مانند فارابی و بیرونی و پورسینا و دیگران از این سرزمین توانستند در این سرزمین پیشینه های گوناگونی داشتند، توانستند بنیاد بازگشت فرهنگ و تمدن ایرانی رو بنا نهند و دوران بسیار درخشانی در اون زمان وجود می داشت. جالب اینجاست که حتی اعراب چیره بر ایران هم، دولت عباسی هم که به یاری شورش خراسانیان به قدرت رسیده بود دریافته بود که پایگاه تمدن ایرانی اون زمان در خراسان است و این است که پایتخت خلافت رو عملا به خراسان آورده بود و امام هشتم رو هم به عنوان ولیعهد برگزیده بود و او رو به خراسان آورد و امروز هم مشهد جایگاه آرامگاه همان امام هشتم شیعیان است که ولیعهد مأمون بود. مأمون هم در یه برنامه شاید این رو با شما در میان بگذارم، یکی از آزاداندیشترین خلفای اسلامی بود، آدم بسیار جالبی بود که در اون دوران اجازه داده بود که گفتگوی میان دینها مذاهب به وجود بیاید و یک دوران آزاداندیشی بسیار زودگذری در ایران به وجود آمد در سرزمین خلافت اسلامی که کانونش در اون هنگام ایران بود و مأمون هم در اون هنگام در خراسان میزیست و به دلیل شورش ضد عباسی از خراسان رفت به بغداد و ماجراهایی که بر روی به این گفتگوی امروز ما پیوند ندارد. ولی این نیک بنگرید که 1300 و نزدیک 1400 سال پس از آمدن اعراب به ایران، 1300 سال پس از چیرگی آنها بر خراسان و 1200 اندی سال پس از سرکوب شورش بزرگ خراسانیان در برابر خلفای اموی در میانه سده دوم هجری، امروز آقای علم الهدا نماینده رهبر با همان زبانی درباره مردم ایران و خراسان صحبت میکند که 1200-300 سال پیش یک مش مردم بی فرهنگ چیره شده بر خراسان از آن سخن میگفتند و نشان میدهد که
چرا باید به مشروطه پرداخت؟ چرا باید به فرمان مشروطه و این دگرگونی بزرگ تاریخی پرداخت و نشان داد که آدم های مانند آقای علم الهدا، آقای خامنه ای و روی هم رفته همه سران جمهوری اسلامی به دوران پیش از مدرنیته وابسته هستند، به دوران خیلی پیش از مدرنیته، از همان خانواده روحانیان دوره قاجاری هستند، مانند ملا علی کنی که با فقر زندگی میکرد و به دارایی چندان کلانی رسید که یکی از تواناترین ایرانیان در دوره ناصرالدین شاه بود و جلوی اصلاحات سپهسالار رو گرفت، حتی تهدید کرد پس از سفر ناصرالدین شاه به اروپا، هنگامی که با نخست وزیر خودش صدر اعظم اون زمان گفتند از اروپا باز میگشت، تهدید کرد در تلگرافی هنگامی که ناصرالدین شاه از خاک روسیه، چون از راه روسیه سفر میکردند، وارد انزلی، بندر پهلوی، بندر انزلی شد، که اگر این صدر اعظم رو، سپهسالار رو، میرزا حسن خان سپهسالار رو با خودت، میرزا حسین خان سپهسالار رو با خودت به تهران بیاوری، عملا تاج از سر تو برخواهی داشت. یعنی می تهدید کرد که سلطنت تو به پایان خواهد رسید. و این سپهسالار که به راستی باید گفت ادامه دهنده رفرم ها و اصلاحات دوران امیر کبیر بود، از کار برکنار شد و یک گسستی در تاریخ ایران به وجود آمد که سرانجام اون اندیشه هایی که نخستین اصلاح طلبان، نخستین کوشندگان برای آوردن اندیشه های اروپایی بر ساختار فرمانروایی ایران 150 سال پیش می داشتن، سرانجام سالها پس از برکناری سپهسالار در انقلاب مشروطه به بار بنشیند. درباره انقلاب مشروطه، اونهایی که در میان شنوندگان این سخنان امروز من خب سن و سالی بالاتر دارند، میدانند که در دوران رژیم گذشته ایران هر سال 14 مرداد رو به نام مشروطه جشن میگرفتند و مراسمی برگزار میکردند، اگرچه دمار از روزگار مشروطه در آورده بودند، چیزی از مشروطه در ایران باقی نمانده بود و قانون اساسی مشروطه یک سر به کنار نهاده شده بود و در اون دوران بر روی واقعیت این است که رفته رفته پس از برانداختن مصدق همه بررسی کنندگان تاریخ، حتی اونهایی که طرفدار پادشاهی هستند، بر این باور هستند که رژیم پادشاهی رو به سوی خودکامگی هرچه بیشتر آورد و خودکامگی فردی در ایران چیره شد، چیزی از مشروطه به جایی نمانده بود. آخرین کاری که در دوران کار برجسته که در دوران محمد رضا شاه در حوزه سیاست انجام شد، انحلال همه احزاب سیاسی و تشکیل حزب واحدی بود که شخص پادشاه در واقع اون رو اعلام کرد و حتی دستور داد. سخنرانی معروفی است که گفت یا شما با این ارزش‌های ملی، ارزش‌هایی که بر پایه شاه، خدا میهن استوار است و در این حزب رستاخیز تجسم یافته، با این همراهی دارید یا با این مخالفید؟ اگه با این مخالفید شاید خیانتکار باشید یا جایتون در ایران نیست، گذرنامه بگیرید و از ایران خارج بشوید. سخنان بسیار بسیار دردناکی بود که گمان میکنم آغاز پایان پادشاهی محمد رضا شاه بود و امروز بسیاری از بررسی کنندگان تاریخ ایران، حتی اونهایی که با واقع بینی نسبت به تاریخ دوران محمد رضا شاه نگاه میکنند و نیک و بد اون روزگار رو میسنجند و بر این باور هستند به درستی که کارهای بسیار نیکی در اون دوران انجام شد، اصلاحاتی صورت گرفت و جنبه های بسیار منفی اون دوران رو هم نکوهش میکنند، میگویند که این در واقع تأسیس حزب رستاخیز آخرین میخ بر تابوت ارزش های دوران مشروطه در ایران، برخی از ارزش های مشروطه در ایران. خب جوانان هم، اونهایی که شاید در همون گیرودار انقلاب به دنیا آمدند یا سالیانی پس از انقلاب به دنیا آمدند،
مشروطه را از راه تاریخ خواندند. شاید خیلی از اونها از راه کتاب بسیار بسیار ارزشمند زنده یاد احمد کسروی که امسال 70مین سالگرد کشته شدن او به دست آدمکشان فدایان اسلام است، شاید از این راه با مشروطه آشنا شده باشند، که امیدوارم از چنین راهی بوده باشد. خود من آشناییم با مشروطه از راه کتاب کسروی بود، مانند بسیاری از هم نسلان من که اصلا آگاهیشون با تاریخ، آشنا شدنشون با تاریخ از راه خواندن کتاب تاریخ مشروطیت ایران و سپس تاریخ 18 ساله آذربایجان آغاز شد. دست کم میدانم که در مورد من چنین بود. من مهر و عشق به تاریخ رو از خواندن کتاب کسروی آغاز کردم و به راستی تکان دهنده برای من بود. این مرد با اون خامه شیوا ما رو به تاریخ میبرد و روز به روز در کوران رویدادهای مشروطه قرار میدهد و گزارشی میدهد از تاریخ مشروطه، البته با جنبه‌هایی که جای اصلاح و بهتر شدن دارد، با اسنادی که در اون هنگام در دست او بوده، که ما رو بسیار سربلند میکند از اینکه در این برهوت درماندگی و برهوت نادانی و واپسماندگی که ایران در اون میزیست، مردان و زنانی پیدا شدند که پرچم مشروط خواهی، پرچم مدرنیته رو برافراشتند و پنجره گشودند که ایرانیان از این پنجره به دستاوردهای دنیای نو نگاه کنند و به خود آیند و سرانجام پرواز کنند برای دست یافتن به یک زندگی بهتر. مشروطه یک رویداد ساده تاریخی نبود. بزرگترین دستاورد مشروطه، برجسته ترین جنبه فرمان مشروطه و انقلاب مشروطه، فرمان مشروطه جنبه نهادی بود، یعنی نمادین دارد، پوزش بخوام نمادین دارد، ولی این جنبه نهادینه کردن مشروطه، این جنبه بنیادی مشروطه، مهمترین دستاورد آن این بود که ایران رو از تاریخ فرمانروایی ایلیاتی 900 سال پیش از آن گسست، یعنی در واقع آغاز گسست از فرمانروایی ایلیاتی در تاریخ ایران بود. از هنگام آمدن اعراب مسلمان در ایران، نخستین دولت هایی که در گوش و کنار ایران به وجود آمد جز دولت سامانی و شاید هم تا حدودی طاهریان و همون در آغاز دولت یعقوب لیث، بیشتر دولت هایی که در ایران پس از آغاز دولت غزنوی شکل گرفت دولت های ایلی بودند. ایران رفته رفته به سوی جامعه ایلیاتی، قبیله‌ای، عشیره‌ای گام نهاد و رفته رفته هرچه از این دوران می گذرد، از دوران آغاز اسلام و می آییم به مشروطه نزدیک می شدیم، می شویم سیمای جامعه ایران بیش از پیش جنبه ایلیاتی پیدا کرد. دولت‌های ایلی بودند. آخرین دولت ایلی در ایران دولتی بود که پادشاه آن فرمان مشروطه را صادر کرد، یعنی دولت قاجار، یک دولت کاملا ایلیاتی. و اگر به تاریخ اون زمان نگاه کنید، افسود بر دولت قاجار که دولت ایلیاتی بود، به رهبران اون رهبران ایلی به شمار می آمدند. در گوش و کنار ایران هم فرمان روایی های محلی، امیران، حاکمان همه از دسته های ایلی برخواسته بودند. اصلا کشور ایران سیمای شهری کهن خودش رو که پیش از دوره اسلامی وجود می داشت، البته شهری به مفهوم مدنی دوران مدرنیته نه، ولی شهری کهن، اون رو از دست داده بود و یک جامعه ایلیاتی بسیار در هم پیچیده تبدیل شده بود که ستیز میان دسته های ایلی حتی در درون قاجار، قراغزلو و دبلو و دیگران، چهره جامعه ایران رو دگرگون کرده بود و جامعه ایران اصولا یک جامعه ایلیاتی بود. فرمان روایی ایلی بود. مشروطه به این پایان داد. این بزرگترین دستاورد آغازین مشروطه بود. سخن از این می رفت که کشور رو باید بر پایه قانون اداره کرد. کشور رو نمی توان بر پایه میل پادشاه یا دستور امیران، فرمان روایان ایلها اداره کرد، بلکه باید قانون در کشور وجود داشته باشد. نخستین کار رو در این راستا مردی کرد که نام برنامه من از کوشش او برگرفته شده،
یعنی مستشار دوله تبریزی، که در پاریس کتابی نوشت به نام یک کلمه و موضوع یک کلمه قانون بود. مشروطه هم در واقع حکومت قانون بود. برخی گمان می کنند واژه مشروطه یعنی مشروط کردن قدرت پادشاه، در حالی که مشروطه از واژه شاخت فرانسه یا چارت انگلیسی آمده، به عثمانی سفر کرده و در عثمانی طبق رسمی که عثمانی ها داشتن که این رو واژه های خارجی رو با قواعد زبان عربی پیوند می دادن، واژه شاخت به واژه مشروطه تبدیل شد و گویا نخستین کسی که درباره مشروطه برای ایرانیان از استانبول نامه نوشت و واژه مشروطه را به کار برد همین سپهسالار بود که در اون هنگام در سفارت ایران در استانبول کار میکرد و در نامه‌ای به وزارت خارجه که باز مانده اشاره میکند به مفهوم مشروطه و قانون. موضوع مشروطه قانونگرایی بود، یعنی ما باید از یک حکومت ایلیاتی که بر پایه اشرافیت ایلی به وجود آمده و شاه در کانون این اشرافیت ایلی قرار گرفته و دیگر اشراف ایلی، نخست دسته و ایل پادشاه و سپس ایلهای دیگر در این هرم قدرت، هرم فرمان روایی به راستی رمق مردم ایران رو کشیدن یا از مردم ایران بهره های بسیاری میگیرند و بدونن که چیزی به اونها پس بدهند، آسایشی به اونها بدهند، آبادانی به وجود بیاورند که یا امنیت به وجود بیاورند که کار دولت سراسری در یک کشور است، باید از این گسست کنند و یک دولت قانونگرا، یک دولت پایبند به قانون، بر پایه هیئت وزیران، بر پایه وزارتخانه ها و بر پایه قانونی که مردم، نمایندگان مردم، نمایندگان منتخب مردم تصویب میکنن، بر پایه اون اصلی که مونتسکیو بیان کرده بود، قوای سگانه، بنا نهند و یک کشور مدرن رو در ایران بسازن. فراموش نکنیم که در اون دوران ایران یک کشور بسیار واپس مانده بود. ما هرگاه به تاریخ ایران نگاه میکنیم، گاه میبینم در این سفرهایی که میکنم و سخنرانی ها و گفتگوهایی که با هممیهنان دارم، در میابم که هممیهنان من این فرهنگ ایران رو، این فرهنگ توانای ایران رو، فرهنگ کهن ایران رو با فرهنگ دوران مشروطه در هم آمیختند و گمان میکنند که این در واقع این انباشته و انبوه و این توشه بسیار بسیار بزرگی که از تاریخ، از 3000 سال تاریخ، 2000 سال تاریخ به ما رسیده، این سیمای جامعه ایران دوران مشروطه بوده. چنین نیست. در دوران مشروطه ایرانی که ما با اون سر و کار داشتیم ایران فرهنگی بزرگ و تاریخی نبود. بسیاری از مردم حتی با این فرهنگ آشنا نبودند. ایران بود در هم فرو ریخته، ایران بود بسیار بسیار فقیر، ناتوان، ایرانی بود که تقریبا میتوان گفت که کشوری عملا وجود نمی داشت. اینجا و اونجا فرمان رواهای محلی به پادشاه اعلام وفاداری می کردن، ولی روی هم رفته ما با یک کشور متمرکز توانای بازمانده از دوران اعتلاء ایران یا حتی از دوران صفوی برخوردار نبودیم. بخشای بزرگی از خاک ایران در دوران قاجار از ایران جدا شده بود. ایران که در دوران محمد شاه قاجار آغازگر سلسله قاجار در چند جنگ روس‌ها را شکست داده بود، بخشای بزرگی از خاک ایران رو به دلیل ناتوانی‌ها و ندانمکاری‌های فرمانروایان به دولت روسیه تزاری از دست داد و بخشای بسیار بسیار پر از فرهنگ و توانایی و حاصلخیز ایران در قفقاز و بیرون از قفقاز از ایران برای همیشه جدا شدند. بخشای از خاک خراسان بزرگ از ایران جدا شدند و کشور افغانستان عملا به وجود آمد با کمک سیاست بریتانیا. مردمی که به روی بخشی از خاک ایران بودند، بخشی از تاریخ ایران بودند. حاشیه بروم اینجا، گاه میشنوم از سوی هممیهنان درباره حمله افغانها به ایران در دوره صفوی صحبت میکنند. افغانها بخشی از ایران بودند، زبان و فرهنگشون در هم تنیده با زبان و فرهنگ مردم ایران بود و این یک جنگ داخلی بود. این حمله افغانها
این رو بعدها ساختن برای نشان دادن اینکه چون اونهایی که به اصفهان لشکر کشیده بودند اهل سنت بودند، اینها رو بیرون از جامعه چیره شیعی دوران صفوی نشان بدن. بر روی نمیخواهم به این نکته رو پردازم، ولی لازم بود که به اون اشاره بکنم. ولی به هر روی بخشای زیادی از ایران در سه یا چهار پیمان و جنگ از ایران جدا شد: پیمان آخال، پیمان گلدسمیت، پیمان هرات، پیمان های گوناگونی که بسته شد. در دوره قاجار خاک ایران رو بسیار محدودتر و کوچکتر از آن چیزی کرده بود که از دوران صفوی به نادرشاه و سپس به قاجار، زند و قاجار رسیده بود. در یکی از بخش‌های بسیار مهم ایران، بعدها به ویژه مهم شد، به ویژه به خاطر نفت، خوزستان، رفته رفته دولت‌های ایلیاتی محلی و به ویژه دولتی که بعدها دولت خزعل شد، حکومت ایلیاتی خزعل شد، بر خراسان، بر خوزستان چیره بودند. البته در دوران مشروطه هنوز این چیرگی قطعی نشده بود، ولی رفته رفته چیرگی خاندان آل کعب بر خوزستان قطعی شد. روی هم رفته میتوان گفت ما با یک کشور بسیار ناتوان از هم گسسته روبرو بودیم. دانش و سواد در میان بیشتر مردم بسیار اندک بود. نخبگان ایرانی بیشتر اونها دانش خودشون رو در سفرهایی که به بیرون از ایران می کردند می آفتند و می جستند و به اون دسترسی پیدا می کردند. کانون پرورش نخبگان ایرانی بیرون از خاک ایران بود. بخشی از اونها می رفتند در حوزه های مذهبی عتبات درس می خواندند. از این راه با پاره ای از دانش ها، اگر اسم اونها رو بتوان دانش گذارد، آشنا می شدند. یا دست کم با آموزش های آشنا می شدند که راه خواندن و نوشتن و کتابخانی گسترده تر از کتاب های دینی رو در برابر اونها می گشود. اندکی از ایرانیان راهی هند شده بودند. از جمله معروفترین روزنامه خارج از کشور ایران، طولانی ترین روزنامه دوران مشروطه و پس از اون، در هند منتشر می شد: حبل المتین. برخی از ایرانیان به استانبول می رفتند یا رفته بودند و استانبول رو کانون آشنایی با فرهنگ اروپایی قرار داده بودند و از اونجا اندیشه های نو رو به ایران معرفی می کردند. استانبول یک گذرگاهی به اروپا بود و خیلی از ایران جلوتر بود. یعنی استانبول رو با تهران نمیتوان در اون هنگام اصلا مقایسه کرد. در هنگامی که انقلاب مشروطه در ایران روی داد، ایران 8 یا 9 کیلومتر جاده راهن داشت که بخش اصلی اون ماشین دودی بسیار بسیار حقیر تهران به شهر ری شابدالعظیم بود که یک روز طول میکشید که افرادی بروند به شهر ری زیارت کنند و برگردند. این 8 کیلومتر رو اونجور که در یادمانده ها میخوانیم، آدم هایی که سوار این ماشین میشدن، ماشین دودی، واقعا دودی میشدن، یعنی چهره دود گرفته اونها به تهران باز میگشت. در عثمانی در اون هنگام 1700 تا 1800 کیلومتر راهن وجود می داشت. دانشگاه در اونجا وجود داشت. ما در ایران دانشگاه نداشتیم. برخی می رفتن به مصر. حتی چند روزنامه پیشرو ایرانی در مصر منتشر می شد. ولی بیشتر ایرانیان برای آگاهی از دنیای نو سفر به اروپا می کردند. به ویژه به فرانسه و بریتانیا، لندن و پاریس کانونهای برجسته ایرانیانی بود که می رفتن برای آگاهی و آشنا شدن با فرهنگ و دانش‌های نو، با مدرنیته. پایگاه سیاسی مدرنیته اروپا فرانسه بود. اصلا مدرنیته 4 پایه داشت. این 4 پایه، یک پایش در فرانسه بود. پایه سیاسی مدرنیته در فرانسه ریخته شد. فرهنگ سیاسی مدرنیته رو در فرانسه پرورش دادند. فلسفه مدرنیته پایگاهش آلمان بود و اقتصاد دوران مدرن پایگاهش در فرانسه بود و هنر دوران مدرن پایگاهش در ایتالیا بود. این 4 پایه مدرنیته
به ایرانیان آموزش های تازه میداد و ایرانیان با این ایرانیان نخبه‌ای که سفر میکردن با این ارزش ها آشنا میشدن. یکی دو تن هم حتی راهی کشور تازه ینگی دنیا شده بودند و به آمریکا رفتند و در آمریکا آموزش های کشورداری و آشنایی با دموکراسی رو فرار گرفتند. روی هم رفته این دانش ها از راه اروپا، از بیرون از ایران، از راه استانبول و قاهره و هند و دیگر سرزمین ها به ایران میرسید و ایران رو دچار دگرگونی کرده بود. و این گونه بود که فکر مدرن سازی ایران آغاز شد و فرمان مشروطه، انقلاب مشروطه، فرمان مشروطه و سپس تشکیل مجلس شورای ملی یک گسست تاریخی هزار ساله بود از سنت و فرمان روای ایلیاتی پیش از مشروطه. از این لحاظ است که باید مشروطه رو به ویژه ارج نهیم. گروه اندکی از ایرانیان در اون برهوت واپسماندگی، در آن دورانی که به راستی میتوان گفت ایران کبیر اندیشه بود، بیابان اندیشیدن بود، بیابان فکر بود، بیابان دانش بود، کسان اندکی، شمار اونها از حتی 50 نفر هم بیشتر نبود، اینها کمر همت بستند. اینها کوشیدند از نزدیک به 40 سال پیش از فرمان مشروطه تا در دوران فرمان مشروطه و نزدیک به 15 سال پس از فرمان مشروطه ایران مدرن رو بنا نهادند. بر اون بستر واپسماندگی من گاه هنگامی که به تاریخ ایران نگاه میکنم و دوران مشروطه رو باش آشنا میشوم در شگفت میشوم که چگونه این انگوش شمار ایرانیان در اون دورانی که گفتم ایران بیابان دانش و اندیشه و صنعت بود، هیچ چیزی در ایران عملا وجود نمی داشت، اینا چگونه توانستند با درایت، با پشتیبانی برخی از شاهزادگان، با پشتیبانی برخی از روحانیان منور الفکر ایران رو دگرگون کنند و ایران رو وارد دورانی بکنند که به زایش ایران مدرن انجامید. اجازه جایگاه ویژه انقلاب مشروطه در ایران نخست در این است که یک گسست تاریخی از ایران پیش مدرن بود و این گسست بسیار با ارزش بود. این گسست تنها در این زمینه نبود که ساختار فرمان روایی در ایران از اون ساختار سنتی ایلیاتی که شاهی توانا با قدرت مطلقه بدون هیچ پاسخگویی به قانون در کانون آن نشسته بود و شاهزادگان پیرامونش همراه با میرزایان و کسانی که بر روی گردانندگان دربار و دیوان بودند کشور رو اداره می کردن و مردم رو به هیچ می گرفتن، از این گسست. دستاورد دوم مشروطه این بود که واژه ملت رو در فرهنگ ایران به مفهوم تازه وارد کرد. مفهوم ملت در زبان تاریخی ما یک مفهوم مذهبی بود. در واقع می گفتند ملت مسلمان، خیلی پیش از اینکه این ملت مسلمان در این فرهنگ سیاسی ایران هم روان بشود. اصلا در نوشته های کهن واژه ملت رو برای دسته دینی استفاده می کردن. کتاب معروف شهرستانی الملل و النهل درباره دسته های دینی است، یا این سروده نامدار حافظ جنگ 72 ملت همه را عضو بنه، این 72 ملت ملت دینی است، یعنی 72 فرقه مذهبی. در حالی که شاید نخستین کسی هم که این واژه رو به کار برده باشه میرزا فتحعلی آخوندزاده بوده باشه، یکی از پایه‌گذاران فکر مدرن در ایران، ناسیونالیسم ایرانی، که او در واقع میتوان گفت که به نظر میآید نخستین کسی است که واژه ناسیون یا نیشن رو برابر فارسی اون رو ملت نهاد. البته این پیشینه تاریخی هم داشت، اما کاربرد مدرن ملت در این دوران آغاز شد. تا پیش از اون مردم ایران در برابر نگاه شاه و شاهزادگان از یک سوی و آخوندها سوی دیگر رعیت و امت بودند.
شاه و شاهزادگان و حاکمان محلی زیر پروبال شاه به مردم ایران به عنوان رعیت نگاه میکردن. رعیت قاجار، رعیت ناصرالدین شاه، رعیت مظفرالدین شاه. آخوندها هم مردم رو امت خودشان میدارستند، پیرو خودشان میدارستند. اونها سرپرست مردم بودند، اونها مرجع بودند و این مردم مقلد اونها، امت اونها بودند. مشروطه ملت تولید کرد، ملتی که نه وابسته به آخوند بود، نه وابسته به قدرت پادشاه، وجود خودش رو از شاه و آخوند نمی گرفت، وجود خودش رو از این پدیده نوع مدرن می گرفت. یعنی ملت مدرن، مردمی که هم سرنوشت بودند، هم خاک بودند، هم سرزمین بودند و میخواستند در این هم سرنوشتی و هم خاک بودند، با تدوین قانون و با شرکت در سرنوشت خودشان کشوری نو بپا کنند. اصلا کشور نو بدون شرکت مردم، مردمی که ملت رو میسازند، ممکن نیست. این رو انقلاب فرانسه، پیش از اون جنگ استقلال آمریکا، نوشتن قانون اساسی، انقلاب بزرگ، انقلاب شکوهمند بریتانیا، همه اینها نشان داد و ملت ایجاد کرد. ملتی که نمایندگان مردم، البته نمایندگان تواناتر مردم، طبقه تواناتری که نمایندگی از سوی مردم داشتند، یا حتی نمایندگان اصناف، در ساختارها و نهادهایی مانند پارلمان، مجلس گرد هم می آمدند، به قانون گذاری می پرداختند و اراده خودشون رو برای ساختن آینده نشان می دادند. به این ترتیب است که انقلاب مشروطه، یکی دیگر از دستاوردهای برجسته‌ای که در پیداش، ساختن پدیده ملت و آغاز ناسیونالیسم ایرانی بود، ناسیونالیسم مدرن ایرانی. و جالب اینجاست که این ناسیونالیسم ایرانی با لهجه ترکی، با لهجه آذری قف یا آذری و قفقازی متولد شد. بیشتر پایه‌گذاران فرهنگ ملی، ارزش‌های ملی و اندیشه ناسیونالیسم ایرانی جز دو سه نفر از آذربایجان و قفقاز بودند. آقاخان کرمانی و میرزا ملکم خان رو اگر کنار بگذاریم، دیگران همه از بخش‌های آذربایجان و شمال آذربایجان هستند. و به این ترتیب در کنار پیدایش یک ایران مدرن مبتنی بر قانون و گسست از ایران کهن ایلیاتی، فکر ایران ملی، فکر یک دولت ملت نو هم بر بستر این اندیشه تاریخی ایران که همواره در فرهنگ ما وجود می داشته، ارزش بسیار کهنی است، زاده شد و ایران نو، ناسیون نو به وجود آمد. این دستاورد مشروطه بود. این دستاوردی است که نخستین دستاوردی است که انقلاب 57 به اون اعلام جنگ داد. گفت ما ملت ایران نیستیم. ما امت اسلامی جهانی هستیم. ما ملت شیعی هستیم. ایران بخشی از دنیای اسلامی است. تجاوز به هویت ایرانی کرد. به جنگ ارزش‌های مشروطه، به جنگ ارزش‌های مدرن برخاست. اما دستاورد بسیار برجسته دیگری که در انقلاب مشروطه بود و کمتر به آن پرداخته شده، زایش یک فرهنگ نو بود. فرهنگ مشروطه پایه فرهنگ تازه ایران شد. در زمینه هنر، در زمینه موسیقی، حتی در زمینه چگونگی نوشتن و سخن گفتن و کتاب فراهم کردن، فرهنگی تازه در ایران وجود آمد. شما اگر به ادب فارسی دوران پیش از اندکی پیش از مشروطه و سپس مشروطه نگاه کنید، یک گسستی از آن دروش نویسی، سخت نویسی های یا فارسی نویسی های پیچیده پیش از مشروطه پیدا می کنید. به جای نوشته های علامه قزوینی، نوشته های ده خدا نشست، دخو، و ارزش های تازه به وجود آمد. عارف سمبل موسیقی و هنر دوران مشروطه شد، نماد هنری تازه شد، نقاشی تازه به وجود آمد. ایرانیان که از نقاشی گریزان بودند، به دلیل یا دست کم
کوشش میکردن اونها رو گریزان کنن به دلیل ارزش های اسلامی، نقاشی های تازه دوران مشروطه به وجود آمد. برای نخستین بار فکر سینما به ایران راه یافت. تئاتر در ایران، حالا سینما که از بیرون آمده بود، تئاتر در ایران پایه‌گذاری شد. جالب اینجاست که یکی از پایه‌گذاران فکر مدرنیته در ایران و اندیشه ملت نو، یعنی آخوندزاده، نخستین تئاتر رو هم به زبان نخستین تئاتر در واقع ایرانی رو هم فراهم کرد و دیگران هم شاید اندکی پیش و پس از او به فکر تئاتر در ایران افتادن. رمان نویسی در ایران شکل گرفت. سفرنامه ابراهیم بیک، یک رمان بسیار بسیار مهم به دوران مشروطه است، ایران رو تکان داد. کسروی میگوید که ایرانیان آزادی خواه سفرنامه ابراهیم بیک رو میخواندند و میگریستند و به حال خود افسوس میخوردند و تکانی در اونها به وجود میامد. انقلاب مشروطه یک دگرگونی بزرگ فرهنگی در ایران بود. ایران رو از اون تاریخ درمانده 200-300 سال گذشته خود برید و براند و ایران رو پرتاب کرد به یه جامعه جدید که در بستر اون هزاران انسان نخبه، پزشک، مهندس، درس خوانده اروپا، سفر کرده به دنیا برای ساختن ایران جدید به وجود آمد و ایران تازه بنا شد. افسوس که پس از کوتاه زمان یکی از مهمترین دستاوردها و دست کم یکی از مهمترین آرمانهای مشروطه که مشارکت مردم باشد در برابر یک قدرت مطلقه پادشاهی و فراز رضا شاه به قدرت، که کارهای بسیار نیکی هم در زمینه سازندگی انجام داد، این بخش از دستاورد مشروطه قربانی شد. اما روی هم رفت ایران مدرن ساخته شد. فرهنگ تازه به وجود آمد. ارزش‌های نو در کنار هم قرار گرفت و انسان‌های تازه در ایران به وجود آمد. انگوش شمار در ایران می‌رفتند و درس می‌خواندند در فرهنگ. ایرانیان به آموزش علاقمند شدند. مدرسه نو به وجود آمد. دارالفنون اگرچه پیش از مشروطه، سالها پیش از مشروطه به وجود آمده، ولی فرزند اندیشه مدرنیته در ایران است. ناشی از این است که ایرانیان می‌خواستند ایران نو بسازند. سپس مدرسه علوم سیاسی، کادرهای وزارت خارجه و ساختارهای سیاسی ایران رو پرورش داد و بسیاری از دبستانها و دبیرستانهایی که در ایران شکل گرفت. در سال 1300 بر پایه آماری که در دست داریم، یعنی 15 سال پس از فرمان مشروطه، از میان نزدیک به 16,000 دانش آموز در دبستانها و دبیرستانهای نو در ایران، یک چهارم اونها دختران هستند. این یک پدیده تازه بود در برابر روحانیت. انقلاب اسلامی به تمام این ارزش‌ها اعلام جنگ داد. تصور نکنید انقلاب اسلامی جنگ به پادشاهی در ایران بود. یکی از پیامدهای انقلاب اسلامی پایان یافتن پادشاهی بود. ولی انقلاب اسلامی، آیت الله خمینی و پیروانش و امروز کسانی که بر کشور ما چیره هستند، اعلام جنگ به ارزش‌های مدرنیته و تجددی است که انقلاب مشروطه اون رو نمایندگی می‌کرد. 110 سال پیش ما با گرفتن فرمان مشروطه راهی رو گشودیم برای دستیابی به ایران مدرن. 30 سال پیش به شکرانه وجود آدمی مانند آیت الله خمینی و جنبش اسلامی، مشروطه ایران تعطیل شد. به ارزش‌های فرهنگی و سیاسی و علمی و اقتصادی و همه ارزش‌های نهادینه شده از دل مشروطه اعلام جنگ داده شد و حکومتی به وجود آمد که ادامه ارزش‌های پیش از مشروطه ایران است. حکومتی که امروز نماینده رهبر در خراسان، جنگ آشکار، دشمنی آشکار با فرهنگ و کوشش‌های فرهنگی که مردم در زیر این فشار در حال ساختن هستند اعلام می‌کند. بر روی به پایان برنامه امروز رسیدیم. ما هنوز در کمرکش دستاوردهای مشروطه هستیم. درختی که به بار نشسته بود از ریشه کنده نشد، ولی ضربه زیادی خورد و ما امروز در ایران در راه ساختن مشروطه دوم هستیم.
تا هفته آینده روز و روزگار بر شما خوش باد.